مال حرام لغمه های حرام حقوق و درامت های حرام از دست شیطان گرفته میشه مال حلال و رزق حلال واسطه فیزش پشت پرده ملائکه هستن بالاتر میکائیل هست بالاتر وجودات نوری اهل بیت هستن که واسطه فیزن مال حلال از دست اهل بیت به دست آدم میرسه نورانیت داره میل به خوبی ها رو تو آدم ایجاد میکنه کلو <مال> من الطیبات و عملو صالحا پاک بخورید حلال بخورید عمل صالح انجام بدید اما مال حرام پشت پردش شیاطینن دست های است ممکنه در ظاهر آدم از دست سابکارش بگیره از دست فلانی بگیره اما پشت پردش شیطانه مال حرام فیض نیست که واسطش اهل بیت باشن ولذا اگر کسی مال حرام تو زندگیش وارد شد تاریک میشه ظلمت او رو میگیره چون مال حرام توسط تاقود توسط تاقیانگر بهش داده شده و لذین کفرو اولیاءهم هم و من یخرجون هم منن اون کسی که از دست تاقیانگر از دست شیطان میگیره تاریک میشه بیحال میشه نسبت به معنویات بی اشتها میشه یواش یواش قصاوت او رو میگیره کم کم جوری میشه که شک و شبه تو اعتقاداتش پیدا میشه کم کم جوری میشه که به کفر میرسه و کاملا در اختیار شیطان در قرار میگیره خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی رو ایشون آقازادهشون شون آقای محدث ساده که آدم با تقوایی بود ایشون هم گفتش که یه موقع بابام محدث قمی به من میگفتش که من نهار مهمان یک تاجری بودم یک کاسبی بودم نهار بعد که رفتم خونه شب سهر نتونستم بلند شم حالا ایشون که سهرخیز و اهل عشق و اهل نماز شب و اینا تا مدت ها یا بلند نمی شدم یا اگر بلند می شدم سنگین و بیحال بودم تحقیق کردم حد می زدم که از کجا دارم می خورم. تحقیق کردم که همون فردی که من نهار مهمانش بودم معروف تو بازار به بانک عصر معروف به بانک عصره خب بانک عصر باز نیست او بهش میگفتم بانک چون نزول میداده رباخور بود فهمیدم از اونجا دارم میخورم حالا محدث قومی چون نمیدونست مرتکب حرامی نشده ولی برخل لغمه های حرام آثارش تو دل دلهای پاک داره یه است که یه نوع مسمومیت و فساد معنوی داره شما چطور اگه یه غذای فاسد رو بخورید جسمتون مسموم میشه ولو ندانید ولو ندانید این حالت رو داره اون کسی که غذای حرام بخوره بالاخره تاثیر میگذره روش ولو نمیدونه تأثیر هستش بی حال میگه شده بودم لغمه های حرام از دست شیطان به آدم میرسه